فوتبالمون رو پایه شروع بکنیم و به جوانامون یاد بدیم که فرهنگ چیه، فقط فوتبال نیست. این احتیاج داره که غیر از این که یه مربی فوتبال ما داشته باشیم، دکتر روانشناس داشته باشیم، روانکاو داشته باشیم، نمیدونم و آدمای دیگه‌ای باشه تو فوتبالمون که این جوانای ما رو آموزش بده. همون چیزایی بود که من به نظر من باز هم میگم رو دهه 50 فدراسیون آتابایی این کارو انجام داد که 10 سال بعد ثمره شو دید. ما الان فوتبال حرفه‌ای یا اگه بخوام که به معنای واقعی بگیم در ایران نداریم. ما حتی حداقل 10 تا 12 سال احتیاج داریم که به فوتبال حرفه‌ای برسیم. ما اینجا نمیدونیم کی مربیه کی مربی نیست، نمیدونیم که کی بازیکنه کی بازیکن نیست، کی دوره فوتبال صحبت میکنه کی نیست. یه حالت مثلا غیر عادی با تمام دنیا داره. الان شما همین امروز نگاه میکنید که مثلا تراکتور سازی با ابو مسلم بازیشون قطع شده، تیمو کشتن بیرون. هنوز هیچ کی شفاف صحبت نمیکنه که چرا. اصلا در هیچ جای دنیا این اتفاق تو فوتبال حرفه‌ای نمیفته. امروز تو فوتبال اینجا مثلا یه بازیکنی که دوتا کارت میگیره، کارت قرمز میگیره میره بیرون، دو مرتبه با یه پیرهن دیگه میاد تو زوی، واقعا زرخنده، یعنی خنده نیست. یه میکنی این کجای فوتبال حرفه‌ای هستش؟ به نظر من ما هنوز سالیان سال با فوتبال حرفه‌ای فاصله داریم. شما همین الان استادیوم ما راه برین، شاید به صورت طبیعی نتونی راه برین، چجوری یه فوتبالیست میتونه پاس بده؟ اینا مسائلی که خب آقای کف... جناب آقای شرفی، ما در مورد آقای کفخاشیان گفتگو کردیم و آقای قطبی، نمیخوایم وقتتون رو بگیریم. به هر حال تهران قطعا توی شروع سال نو دید و بازدید هست و میدونم که گرفتارید، فقط در این دیر وقت هم هست. من یه سوالی از شما میکنم. شما یادم میاد تو برنامه های مختلفی که با هم داشتیم میزبان شما بودیم، شما در مورد برکناری علی دایی و بعد اومدن آقای قطبی نظرات مختلفی دادید و الان داریم تا اندازه میبینیم. شما فکر میکنید در یک دقیقه اگر بخواید بهش اشاره بکنید جناب شرفی، شما برکناری آقای قطبی رو به نفع فوتبال ایران میدونید یا در این شرایطی که الان هست، یا اینکه ایشون باید بمونه تا جام ملت و بعد برای تیم ملی و سرمربیگریش تصمیم گیری بشه؟ ببینید این آقای علی دایی امروز یه مصاحبه کرده به این مسئولین که کوچکتر از آدمایی مثل علی دایی هستن، نصیحت کرده که اگه که یه مربی رو میاریم باش یه تعهد اخلاقی داریم، یه تعهد نمیدونم هر جور که دارید پشتش واسین تا این تعهد تموم بشه. تازه خود علی دایی یه دونه از این قربانیهای همین تعهدات که فدراسیون فوتبال عمل نکرده. حالا چه قطبی بعد چه خوب در یک دقیقه نمیشه درباره‌اش صحبت کرد، اما چون تعهد دادین بعد پاش واسین تا کارش تموم بشه، بعد اون وقت باید تصمیم بگیریم بگیرین. و درود به شرف علی دایی که تو این شرایط که خودش یکی از مدعیای تیم ملیه در مورد آقای قطبی اینجوری اظهار نظر میکنه. من متاسفم که بگم که مسئولین ورزش ما از ورزشکارای ما خیلی کوچیکتر و کوتوله‌تر. خیلی ممنونم جناب آقای شرفی، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. در تایید گفته های شما برنامه 90 یک گزارش رو پخش کرده که ما قسمتی از اون رو برای پخش آماده داریم اگر همکاران محبت بکنن، در مورد آوردن مربی جدید و مذاکره با فاتح تریم، رودگلی، اریکسون و غیره هستش. اگر این گزارش آماده باشه اینو با هم ببینیم و بعد برمیگردیم با مهمانان برنامه در خدمت. فدراسیون فوتبال اولا کاری که توش انجام میشه خب همه دوستان در جریان هستن، مذاکره با فاتح تریم یه کار سازمانی بوده. مربی که مذاکره کردم آقای فاتح تریم بوده که یک مذاکراتی داشتم باشون، ولی عزم میکنم نه برای اینکه بیان کارت فنی تیم ملی ما رو الان به عهده بگیرن، برای اینکه نظرات ایشون رو بدونن، با مربیای دیگر رو بدونن و تحلیلی داشته باشن از اینکه در واقع اونها برای تیم ایران تحلیلشون چی هست. پیش بینی بعضی از عزیزان اینه که ما بتونیم از این مربی خیلی بزرگ استفاده بکنیم. برای کشورم 2-3 میلیون دلار هزینه کردن و آوردن یه سرمربی به نظر من
پول زیادی نیست و فکر میکنم آقای قطبی هم با خود یه مربی خیلی بزرگ بیاد باش کار بکنه. تصور خود ما اینه. شما برای سرمربیگری بوده بهشون برای جام جهانی 2014؟ نه نه، پیشنهاد ما فقط خواستیم که نظراتشون راجع به تیم ملی ما و تیم ملی ایران بدن. پس شما قطعاً با آقای فاتح تریم مذاکره کردید؟ بله، ببینید ما با آقای فاتح تریم صحبت کردیم، با مربیای دیگه هم صحبت کردیم. یه عرف بین‌المللی است، کار درست، یه شرط تدبیره که ما در واقع گزینه‌های متفاوت رو برای اداره تیم ملیمون داشته باشیم. مبلغی هم پیشنهاد دادین شما؟ نه اصلا ما قراری نخواستیم بدون اینکه مبلغ پیشنهاد داده باشیم. بله، با فاتح تیری مذاکره شده، با اریکسون مذاکره شده. الان بسیار از چیش فراحت اریکسون با 1600 حاضر بود ایران بیاد. آقای شما دیگه مذاکره با تریم ادامه نمیدید؟ نه، مذاکره کردم آقای تریم که دیگه رشدش نظراتی بده که الان نداده و احتمالا نخواهد داد با تجار شرطی که ایشون داره، ولی کن با مربی دیگه هم مذاکرات دیگه فعلا انجام نمیدیم. آخرین صحبتتون با فاتح تریم به کجا انجام؟ ایشون میان؟ میتونن بیان؟ بله ایشون میتونه بیاد، مربیای دیگه ای هم باشون مذاکره شده میتونه بیاد، با بستگی داره که نتیجه نهایی به چه شکل باشه. توجه این مسائل شما مسئولیت در کمیته تیم ملی پابرجا هستش؟ ببینید من قبل از عید خب این داوری رو به عهده بینندگان میگذاریم. برنامه 90 بود که چند شب قبل پخش شد. اما برگردیم سراغ لیگ برتر. بایست بر در مورد تیم ملی دید که با حمایت آقای کفاشیان و مخالفت آقای تاج بالاخره چه کسی سکاندار میشه. من نام فروردین که میشه، ماه تغییر و تحولات هست، با شروع بهار همه چیز دگرگون میشه در فوتبال ایران. اما لیگ برتر، لیگ نهم خیلی سر صدا دار بود. من از آقای محمد بیاتی که خودشون از اولین مربیان تراکتور سازی تبریز هستن، تیمی پرطرفدار و تیمی که امیدواریم در سالهای آینده بتونه نماینده ایران باشه در جام باشگاه‌های آسیا. اما این حرکتی که اتفاق افتاد، جناب شرفی هم بهش اشاره کرد، نزدیک 40 سال شاید باشه، شما بیشتر سابقه و سابقه و پیشینه بیرون کشیدن تیم رو میدونید، همچین چیزی بعید بود در نبود در فوتبال ایران برای سالیان درازی. شما چگونه دیدید همچین قضیه رو؟ چی فکر میکنید؟ چه بررسی میکنید؟ اجازه بدید من صحبت کنم در مورد صحبت همون طرفداران که میان استادیوم گویا حرفای ناسزا میگن، یا اینکه همونجور که آقای حاج رضایی گفته بودن که من حاضر نیستم دیگه برم. ببینید این ساختار ورزش ساختار اصولا دولته. وقتی که اگر توجه داشته باشید هیئت ایران که رفته بود سازمان ملل، یا آقای از این نماینده اینا پرسید که آقا میخواستم با شما صحبت کنم ببینم نظرتون، اون فوش خواهر و مادر داد که در اگر شما نگاه کنید در اینترنت هستش. آقای احمدی نژاد وقتی مردم اعتراض کردن که در انتخابات تقلب شده، دیدین که گفتش اینا همه خس و خاشاک است. آقای علم هداست نه مال مشهد چیکار است ایشون مشهد و ایران این بیاده بزغاله و نه هم فلان اومدن دارن تظاهرات میکنن. وقتی که این اینا تازه اینا رو میتونن روی تلویزیون بگن، وقتی که تظاهرات بود دیدین که با چه جور مردم رو میزدن و چه فوشایی میدادن و چه شکنجه هایی کردن جوانا را، چه شکنجه هایی، چه تجاوزاتی کردن، تجاوز کردن به خانوما و دخترا پسرا اینا. حالا اینا تازه چی ببینید، حالا چه فوشایی میدن شما اونایی که رفتن اومدن بیرون بپرسید. این فوش و فوشکاری رو باید از اونا از بالا درست کنم. وقتی اون بالا از بالا این دستور رو میدن به همه این کارا رو میکنن و اجازه نمیدن که مردم در بیرون حرفشون رو بزنن، میان تو استادیوم حرفشون رو میزنن، تو استادیوم داد میزنن، بیرون کتک خورده میاد اینجا داد میزنه. در گذشته من یک وقتی میمدم به ما بیشتر با تاج مردم زیاد خوب نبودم، به خاطری که فکر میکردم ما مال دربار هستیم و نمیدونم وقتی که میایم بازی قبلا با شاه مثلا پالوده خوردیم بعد اومدیم تو زمین، اونا فکر میکردن اینجوریه. البته خب مسائل سیاسی بود. از یه نفر پرسیدم، گفت بایتی من بیرون نمیتونم حرف بزنم، میخوام دو تومن میدم امجدی بیام که داد بزنم. اجازه نمیدن مردم باید بالاخره یه جای حرفشون رو بزنن. در سابق اجازه میدادن که خانوما بیان استادیوم، وقتی خانوما باشن به هر حال مردم یه مقدار رعایت میکنن، اینجوری نیستش که بتونن حرف بزنن که الان میگن اجازه بدن خانوما بیان استادیوم درست میشه.